سگالش، گفتارهای جلال ایجادی در زمینه جامعه شناسی، فلسفه، زیست محیطی و سیاست. برنامه از رادیو تلویزیون مان. دوستان گرامی، درود بر شما. من جلال ایجادی و برنامه ما سگالش هست. این برنامه در چارچوب رسانه مانی پخش می شود و مانند همیشه آرزومندیم که پیوسته خوب و سرحال باشید و پر امید و پیوسته در انتظار این هستیم و خواهیم بود که نگاه های خودتون رو برای ما توضیح بدهید، بنویسید تا ما بتونیم از اونها استفاده بکنیم. در برنامه امروز دوست گرامی مهمان ما هست درباره یکی از مطالب مهم، ایرج مصداقی، که همه شما ایشون رو میشناسند. بحث امروز چیست؟ بحث امروز، ببینید، ما یکی از مباحث مهمی که در دستور ما پیوسته قرار داشته مسئله نقادی دین، نقادی خرافات، نقادی کهنگی فکر و اندیشه در یک جامعه مانند جامعه ایران هست و یکی از مطالبی که بسیار بسیار مهم هستش مربوط به زنان هست و اینکه آیا در یک جامعه اسلامی زنان دارای حقوق حقه خودشون هستند یا نیستند و آیا در دین اسلام نیز در ارتباط با زنها این چه نگاهی داره؟ به خاطر اینکه بسیاری از اسلامگرایان پیوسته به ما میگویند که بهشت زیر پای مادران هست و پیوسته گفتند که پیامبر اسلام نسبت به زنان توجه بسیار زیادی داشته و آنها را دوست داشته است. ولی اگر ما نگاه بکنیم حداقل در جامعه خودمون به عنوان یک جامعه‌ای که زیر حکومت اسلامی و ایدولوژی اسلامی قرار داره، به هر حال به عنوان زندگی دنیوی که در ایران ما وجود داره، زنان که نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن از حقوق اولیه خودشون کاملا محروم هستند. و حتما میدانی که حدودا در ارتباط با بازار کار ایران که فقط 12% از زنان وارد بازار کار هستند و بنابراین بخش عظیمی از این زنان به شکای مستقیم و غیر مستقیم از مسائل مربوط به شغل و حضورشون در بنگاه ها و سیستم های تولیدی عملا اینها محروم هستند و حتما باز همتون میدانید که زنان ایران در محدودیت های گوناگونی قرار دارن، از مسئله رفتن به یک به اصطلاح دیدار ورزشی گرفته تا حقوق مربوط به آزادی‌های سیاسی و غیر و غیره. حال بحث ما این است که به هر حال اگر زنان در جامعه ما از حقوق خودشون محروم هستند، اسلامگرایان میگن به هر حال خاطرتون باشه در جهان دیگه‌ای که در انتظار انسان‌ها هست، در اون جهان همه مسلمین، البته منظورشون از مسلمین فقط شیعیان هستن، اونها در واقع در به اصطلاح به بهشت خواهند رفت و در میان این مسلمین در ضمن زنها نیز، زنهای مؤمنین نیز، اونها از چنین مسئله‌ای، از چنین امتیازاتی برخوردار خواهند بود. و به این خاطر با توجه به این مقدمه هستش که یک نقل قول هم میخونم و پس از اون سخنان دوست گرامی آقای مصداقی رو گوش میکنیم و اون هم سخنی هست از فریدریش نیچه که مطرح میکنه در ارتباط با تقدس گرایی که سرمنشه یک دیکتاتوری پیوسته بوده و او میگه هر چیزی که مقدس نامیده شد، یعنی که شما دیگر حق ندارید به راحتی درباره آن اظهار نظر کنید و کوچکترین انتقاد و مخالفتی با آن هزینه سنگینی به دنبال خواهد داشت. این مقدس میتواند هر چیزی باشد، یک کتاب، یک دین، یک انسان، یک بنا. بنابراین با تقدسگرایی باید مقابله کرد و او در آخر میگوید هیچ کس و هیچ چیز آنقدر مقدس نیست که نتوان آن را به نقد کشید.
بنابراین دوست گرامی آقای مصداقی عزیز، خوش آمدید به این برنامه ما و بنابراین میخواستم نگاه شما رو در این زمینه بدونم. مسئله تقدس و به خصوص با توجه به مسئله محوری ما که مسئله حقوق زنان در این دنیا که نگاهی سری کردیم، ولی به خصوص با توجه به تحقیقات اخیرتون در ارتباط با حقوق زنها و جایگاه اونها در آن دنیا، یعنی در بهشت و جهنم. بفرمایید دوست گرامی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب جدی و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا با شما و در برنامه شما حضور داشته باشم. باید این خدمتتون عرض کنم که در واقع در نظام اسلامی یا اون نگاهی که بهتره بگم در واقع مسلمانان یا رهبران دینی مسلمان نسبت به زنان دارن، برخواسته از همون چیزی است که حالا بخشیش در قرآن اومده و بخشی در روایات هست و به ویژه روایاتی که مورد تایید هستش و منسوب هست به پیامبر اسلام. خب اگر بیایم توجه کنیم اون چرا که پیامبر اسلام در واقع یا مسلمانان در ارتباط با زنان میگن در وضعیتشون در اون دنیا، خب نشون دهنده وضعیت زنانی که در این دنیا هم باشه یا این نگاهی است که اصولا اسلام گرایان به مسئله زن دارن. ببینید خود پیامبر اسلام میگن و روایت هست که اکثر ساکنان جهنم رو زنان تشکیل میدن. به همین دلیل اگر شما نگاه کنید خیلی اوقات خود همین مسلمانان تأکید میکنن که به حرف زنانتون گوش ندید یا اگر کسی در واقع به حرف اونها گوش بده آتش جهنم رو برای خودش خریده و میتونه دچار انحراف بشه. و از اون طرف حتی در قرآن هست که میگه ما مردها رو مسلط بر زنها در واقع آفریدیم. ولی ببینیم صریح‌ترین روایتی که ممکنه یا نگاهی که هست متعلق به پیامبر اسلام، ایشون میگن بعد از اینکه پیامبر اسلام به معراج میرن و از معراج برمیگردن به خانه دخترشون فاطمه و علی میرن، در اونجا پیامبر توصیف میکنه اون چرا که در معراج دیدن و میدونید که در روایات اومده پیامبر یک دیداری هم داشتن از غرفه های جهنم. ابتدا مالک خازن جهنم رو میبینن که بسیار زشت و قیافه ترسناکی داره و سپس پیامبر خودش میترسه و میگه این کیه؟ میگن خازن مالک جهنم، مالک خازن جهنم. و بعد پیامبر توصیف میکنن غرفه هایی رو که دیدن برای دخترش و برای دامادش. میگن که یه زنی رو دیدن که از موش آویزون شده بوده و جرم این زن رو بعد توصیف میکنن، میگن اون موی سر خودش رو از نامحرم نپوشونده بوده. یا زنی رو دیدن که از پستانش آویزون بوده، زنی در واقع جرم او این بوده که از حق شوهرش امتناع میکرده، یعنی در واقع اگر شوهرش میخواسته که با اون نزدیکی کنه و این اجازه نمیداده یا امتناع میکرده در اون دنیا دچار چنین مجازاتی میشه. یا زنی رو دیدن که از زبانش آویزون بوده، این کسی بوده که با زبونش شوهرش رو اذیت میکرده. ببینید اینها مواردی است که پیامبر مطرح میکنن و من اگه بخوام همه اینها رو خدمتتون عرض کنم خب مثنوی 70 من میشه، ولی در هر صورت من تعدادش رو میگم. یا زنی که از زبونش آویزون بوده، زنی بوده که شوهرش با زبونش اذیت میکرده، یا زنی بوده که گوشت بدنش خودش رو میخورده، این کسی بوده که خودش رو برای دیگران زینت میکرده، از نامحرم ها پرهیز نداشته، یا زنی که دست و پاش رو بسته بودن و مار و عقرب به جونش افتاده بودن، این کسی بوده که به وضو و طهارت و نمیدونم غسل و حیض و اینا اهمیت نمیداده، یعنی نظافت و پاکیزگی که در واقع در شهر اومده رو رعایت نمیکرده. یا میگن که یا زنی بوده که مثلا نماز و سباک میشمرده، زنی که لال بوده، نمیدونم زنی است که از راه زنا بچه اون برده بوده و به شوهرش میگه که این بچه بچه تو. یا زنی که مثلا گوشتشو قیچی قیچی میکردن، کسی بوده که خودش در اختیار مردای اجنبی قرار داده بوده.
و یا زنی بوده که مثلا صورت و دستاش میسوخته، این کسی بوده که واسطه کارهای نامشروع و خلاف عفت و عصمت مثلا بوده. ببینید اینها، یا حتی زنی که میگن که شکل سرش شکل خوک بوده یا در واقع بدنش مثل الاغ بوده، این زن سخنچین و دروغگوه. و یه زنی هم دیده بودن ایشون در جهنم که قیافش مثل سگ بوده و آتش از نشیمنگاهش بیرون می اومده، آتش از نشیمنگاهش وارد می شده و از دهانش بیرون می اومده. این هم زنی بوده که خواننده بوده و حسود بوده. ببینید همه دوستانی که این برنامه رو تماشا میکنن میتونن به خاطرات خودشون یا به آنچه که تا کنون راجع به جهنم شنیدن رجوع کنن. ببینید ما چه در هر جایی در روایات میشنویم راجع به جهنم صحبت میشه، در واقع عامه. یعنی چی؟ یعنی میگن داغ میسوزونن، نمیدونم آتش میگیره، نوشیدنی گرم، پوست بدن کنده میشه و مجازات هایی که بسیار بسیار هم هولناکه. این رو مطرح میکنن. ولی زمانی که به مسئله جنسیت برمیگرده، اگر خودتون به خاطراتتون هم مراجعه کنید، به متون مذهبی هم مراجعه کنید، فقط و فقط راجع به مرد زن هاست. یعنی این مجازات ها شامل زن هاست. یعنی هیچ موقع نگفتن مردی مثلا زن ها از سینه شون آویزون میشن، ولی هیچ مردی رو شما در روایات نمیبینی گفته باشن از آلت تناسلیش آویزون میشه به خاطر این که مثلا زنا کرد. ولی عکسش برای زن ها هستش. خب این نگاه رو میرسونه. یا مثلا انواع اقسام مواردی که من اینجا خدمتتون عرض کردم، این میتونه راجع به مردها هم اتفاق بیفته، ولی مجازاتی راجع به اونها نمیگن. یا در روایت نیومده پیغمبر در جهنم مردهایی را دیده که به این بلایا دچار شدن. عرض کردم توصیفی که از جهنم میشه این توصیف زنانه است، درست با عکس این رو هم داریم. توصیفی که از بهشت میشه، توصیفی که از بهشت میشه فقط و فقط مردان است. شما ببینید تمام لذایذی رو که مردها ممکنه در رویاهاشون تصویر کنن در بهشت براشون هست. این که دخترانی میان، حوریانی میان، اون حوری ها رو توصیف میکنن، حالا هر کسی به ذهن خودش اون حوری رو داره توصیف میکنه، در روایات هم اومده انواع و اقسام این توصیفات راجع به هیکل حوری، یا میگن اینها باکرن چون براشون خیلی مهم بوده، و یا این که مثلا حتی در مدت زمان نزدیکی و جماع میکنن که گاه هزاران سال بالغ میشه. ببینید همه اینا برای مردها هست. هر مردی نمیدونم هر چند تا حوری که بخواد میتونه داشته باشه، یا هر باری که با یه حوری نزدیکی میکنه باز دفعه بعد دوباره حوری باکر است. ببینید انواع اقسام این چیزا رو میگن، اما شما نمیبینید یک زن مؤمن مسلمان توضیح بدن که مثلا این زن مؤمن مسلمان اونجا که میره مثلا انواع اقسام سوژه های مرد هستن که این میتونه هر طوری که خواست از اونها لذایذ جنسی ببره. ببینید نیست. بهشت مختص مردانه در روایات مذهبی و توصیف بهشت وقتی که داریم مشخص میکنیم از در واقع نوعی از جنسیت میخواییم بحث کنیم، درست برعکسش جهنمه. وقتی که میخواییم توصیف بکنیم و جنسیت رو اونجا مشخص کنیم فقط راجع به زن است. این نگاهیست که در روایات در اسلام به زن و به مرد، بقیه داستان سراییه که میکنن. این چیزیست که حالا در جا جای روایات هستش. اما ببینید و اون بحثی که من عرض کردم خدمتون، نگاه مذهبی اینه، چون زن رو اصولا کالای جنسی میبینن و همین دلیل هم تو بهشت کالای جنسیست و هیچ مکتبی علارغمی که حالا در نظام اسلامی خیلی صحبت میکنن در غرب زنان کالای جنسی هستن، ولی هیچ کجا به اندازه اسلام و اون روایتی که اینها به دست دیدن زن کالای جنسی نیست. اساسا خود ازدواج زن روی کالای جنسی میبینه، برای اینکه در فقه اومده که میگن التزویج هو تملیک البذر، یعنی ازدواج چیزی نیست جز به تملک در آوردن بزء زن،
وضع زن یعنی دارایی زن، دارایی زن رو فقط و فقط در آلت جنسی او میبینن و این یعنی شما مالک او و به تملک در میارید اون رو. به همین دلیله که میگن زن بدون اجازه همسرش نمیتونه بره خرید، نمیتونه خونه رو ترک کنه و حتی نمیتونه در مراسم سوگواری پدرش یا در مراسم خاکسپاری پدرش هم شرکت کنه. چرا؟ به خاطر که مالکیت در واقع خدشه‌ناپذیره. شما وقتی که مرد میاد به خانه و میخواد که استفاده کنه از اون کالای جنسی، ببینید نمیشه گفت او رفته خرید بکنه، او در این لحظه میخواد از کالای جنسی خودش استفاده ببره یا رفته سر قبر پدرش، حتی اگه یک بار باشه، یا رفته سر خاکسپاری پدرش. مطلقه، مالکیت مطلقه، شما نمیتونید بگید. پس برابر این نگاه از اونجا در میاد. به همین دلیله که این غیر منطقی نیست تو اون دستگاه وقتی میگه در مراسم خاکسپاری پدرش که فقط یک بار اتفاق میفته او نمیتونه شرکت کنه. چرا؟ چون ممکنه همسرش بیاد خونه و بعد تقاضای رابطه جنسی داشته باشه و وقتی این عمل امکان ناپذیر باشه یا زن حضور نداشته باشه، یعنی مالکیت مرد خدشه دار شده و همین دلیله که این عمل نباید صورت بگیره. این نگاه کالایی و جنسی به زنانه که در نظام اسلامی موجوده و اینا همه جا شما میتونید. کاملا درسته و همطور که میدانیم به هر حال در میان ادیان ابراهیمی از با توجه به اسطوره‌های بسیار بسیار کهنی که در برخی از کتاب‌های دینی می‌بینیم، همچنین که خاطرمون هست، درباره آدم و حوا در واقع منشأ خطا در جهان از حوا برمی‌خیزه و اون حوا هستش که آدم رو به هر حال به سوی گناه هل میده و به دنبال این گناه هستش که از بهش اینها رونده میشن و برای تنبیه شدن به طرف زمین پرتاب میشن. و این ماجرا هم در ارتباط با دین یهودیت، این سختگیری نسبت به زنان به شدت وجود داره و همین میراث نیز در درون اسلام با چندین با ابعاد بسیار گسترده‌ای همونطور که مطرح شما کردید این در واقع خودشو جلوه میده. و بس برسه این هستش که بالاخره اگر زن منشأ در واقع زشتی های جهان هستش، منشأ خطای مرد هست، منشأ گناه هست، این خصومت با زن چگونه میشه این رو فهمید؟ چرا این جامعه، اون جامعه اسلامی در منشأ خودش و تا به امروز در واقع باید اثبات بکنه که زن منشأ تمام خطاها و گناهها در جهان هست و بنابراین نگاهی که در مکانیزم اجتماعی در واقع به وجود میاد جز نگاهی در واقع توأم با به اصطلاح این ایده که زنان حد به اصطلاح فرعی هستن یا و یا فراتر از فرعی، به هر حال هیچ گونه جایگاهی در این جامعه نمیتونن داشته باشن. بنابراین من با یکی از این مسلمان ها یا اسلامگرایان صحبت میکردم، میگفتم که برای چی شما به هر حال در قرآنتون برای زنان و یا مشخصا بهش حسابی باز نکردید؟ اون گفت نه، در آیه هست، من خاطرم فکر میکنم آیه یأس بودی همچین، اونجا گفته شده شما مردان و زنان وارد کبین به در درون بهشت. خب گفتم که بلیکن برها ترکیب سرنشینان این بهشت شما در واقع از یک طرف حوریان هستن و حوریان در خدمت مردان هستن همونطور که شما هم مطرح کردید. حال بنابراین این نگاه زدیت بازن در این اسطوره های دینی، خب این رو شما فکر میکنه از چه ناشی میشود؟ این خصومت همه جانبه چگونه میتونه قابل فهم باشه و بناگزیر این خشونت نسبت به زنان در جامعه امروزی نیست خودشو باید علی‌القاعده نشان بده؟ اینطور نیست؟ ببینید، خب این برمیگرده به دورانی که این ادیان در واقع اومدن و یا در واقع به دورانی برمیگرده که این روایات ساخته شده یا اون به زعم اینها اون
وحی نازل شده، اینا در همش در دوران مردسالاری است و به همین دلیله که میبینیم این خصومت خب طبیعیه که بایستی وجود داشته باشه، همونجور که شما فهمیدید. خب اساساً باعث و بانی اخراج آدم و حوا از بهشت حوا بوده. ولی بیایید نگاه کنید به در واقع اون نگاهی که به ادیانی که در دوران مادر سالاری بودن، این نگاه رو شما در اونجا نمیبینید یا به این شکل نمیبینید، به خصوص در فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و پیش از زرتشتی، حتی در اون فرهنگ اولیه که مادر سالاری بوده، شما میبینید خدایان ایرانی در واقع همه زن هستند یا در واقع میتونید مادینگی رو در اونها ببینید. و یا حتی اگر ببینید اسلام اونجایی که مخالفت داره با بت داره و با اصنام یا صنم داره، هم بت زنه و هم صنم زنه، اگر توجه داشته باشید، یعنی خصوصیت مادینگی داره. اساساً اسلام اومده برای از بین بردن بت‌ها، برای از بین بردن اصنام، و میدونیم که اینها خدایان در واقع دوران زن سالاری هستند و به همین دلیل به لحاظ جنسیت زنن و نه مرد. و این اتفاقا این تقابل هم اینجا خودش رو نشون میده و دلیل اصلیش به نظر من میتونه رد داشته باشه به دو دوره مشخص، یکیش دوران مادر سالاری یا زن سالاری است و دوران در واقع مرد سالاری یا پدر سالاری است. به اون دوره، به همین دلیل خب مشخصه که در اونجا زنها میبایستی عامل همه این بدبختی ها تلقی بشن. دوست گرامی آقای مصداقی عزیز، اگر بنابراین چنین تصویری در قرآن و یا روایات در ارتباط با برحال بهشت و جهنم هست و اینکه برحال زنها در بهشت جایی ندارن و اینکه برحال مردان وقتی که میخوان بمیرن در انتظار این هستن، در آرزوی این هستن که با رو به اصطلاح افراد پری یا حالا افرفت که نمیشه گفت، ولی با حور و پری در واقع اینها رابطه داشته باشند و دیدار بکنند و این حرفا. حال بنابراین از یک طرف زنها به شدت منشأ بدی و بلحوثی و پستی هستند و از سوی دیگه مردان به عنوان موجودات پر از عقده، پر از هوسرانی، پر از در واقع اشتهای بسیار سنگین در عرصه جنسی هستند. اینو چجوری میشه نگاه کرد که چجوری مردان تا این اندازه وحشتناک هستند؟ ببینید در نگاه اونا که اینگونه نیست، کما اینکه در واقع اون طرف ببینید وقتی که دارن میان زنان رو به عنوان عوامل گناه یا انحراف جلوه میدن، چجوریه؟ خب زن میخواد زیبا باشه، اتفاقا چقدر خوبه که زیبا باشه، اتفاقا چقدر خوب که خودش رو آرایش کنه، اتفاقا چقدر خوب که زیر بار زور نره، اتفاقا چقدر خوب که بتونه انتخاب بکنه، اتفاقا چقدر خوب که بتونه حتی شریک جنسیش رو انتخاب بکنه، اتفاقا چقدر خوب که در واقع نپذیره تسلط یک نفر رو. ببینید اینایی که در واقع به عنوان گناهان زنان میگرد، یا اتفاقا چقدر خوب که موی سرش بیرون باشه، اتفاقا چقدر خوب که نمیدونم، هر چیزی که شما میبینید به عنوان زشتی یا بدی یا پلیدی پیامبر روایت میکنه در ارتباط به دخترش و به دامادش مطرح میکنه، در دنیای امروز اگر نگاه کنید باعث در اجاز حقوق اولیه زنانه، یا اتفاقا باعث زیبا شدن زنانه و باعث در واقع نوعی میتونم بگم جمال پرستی است، زیبا پرستی است، و یعنی باعث جمال پرستی و زیبا پرستی میشه در انسان که بایست این خصوصیت درش وجود داشته باشه. از اون طرف اون چرا که اینها راجع به مردها جلوه میدن از نگاه خودشون که بد نیستش که ببینید اینها مردها رو صرفا اگر نگاه کنید
یک آخوند یا یک در واقع نگاه مذهبی که اینا دارن فقط مرد رو در قدرت جنسیش میبینن، مرد رو در واقع نیازهای رفع نیازهای جنسیش میبینن، مرد رو به عنوان یک قدرت قاهر میبینن. اینا چیزاییست که اونا بد نمیدونن، اتفاقا چیزی که راجب زنها بد میدونن بد نیست. اون چیزی که راجب مردها به عنوان نقطه قوتشون میبینن لزوما نقطه قوت نیست و تنها یک در واقع یکی از ویژگی های مردها که میتونن داشته باشن و یا اصلا در طبیعتشون هست، ولی در این نگاه مذهبیه که اینها دارن و فکر میکنن که با این نگاه انسان رو ارج میگذارن یا این چیزیست که مذهب اومده یا خداوند اومده برای اینکه این موجودات رو به درجه کامل انسانی از این طریق برسید. بله، من خاطرم هست سالی پیش بود با یکی از این دانشجوام صحبت میکردم. دانشجوهایی هستن که از تبار مغربی یعنی شمار آفریقایی هستن و اینها شدیداً مغربی ها طرفدار و واقعا در ذهنشون اسطوره های دینی بسیار بسیار جای محکمی داره. دیدم که کمی کسالت داره روحیش ظاهرا، گفتم که خوبی اینا؟ گفتش که مشغول به اصطلاح روزه گرفتن هست. گفتم که شما که الان تا سال دیگه در واقع فارغ التحصیل میشی و مهندس میشی برای چی روزه میگیرید؟ گفت نه، به هر حال این مسئله دین ما هستش. گفتم خب به هر حال میگه دین ما هستش، چه انتظاری دارید از این گرفتن روزه؟ گفتش که یه کمی نگاه منو کرد و کمی خندید و دوستاشم اونجا واسودن نگاه میکردن. اونا گفتن که ما برها روزه میگیم به خاطر اینکه این جزء احکام دینی است که ما روزه بگیریم اینا، و فراتر از این انسانهایی که احکام دینیشون رعایت میکنن پاداش خواهند داشت. گفتم که چه پاداشی در انتظار شما هست؟ گفت خب برها بر اساس احکام دینی ما وقتی ما از این جهان بریم و وارد اون جهان بشیم، در اون جهان حوری ها در انتظار ما هستند. گفتم که شما در انتظار حوری هستید که برید در اون جهان؟ خب در همین جهان هم که الان هستید به عنوان یک دانشجوی در رشته مهندسی شما حوریای گوناگونی دارید. گفتش که نه، اون حوریا حوریای الهی هستند و بنابراین گفتم خب چند هستند؟ گفتش که 72 تن حوری در انتظار ما هستش. و واقعا در شما نگاه میکنید که یک فرد جوانی که داره رشته مهندسی میخونه، این ذهن به چه شدت در زیر این ایدئولوژی دینی قرار داره. و به همین خاطر هستش که سال دیگه‌ای که میخواستم از نگاه شما مطلع بشم این هستش که صحبت از این میکنید که مقدس، قدسیت، خب هم روایات رو میگن مقدسه، هم پیامبر اسلام رو میگن مقدسه، هم قرآن رو میگن مقدسه، و به ناگزیر تصویری که از بهشت و جهنم داده میشه بنابر این مقدسه، و بناگزیر حکمی که در مورد زنان گفته میشه و اون شکنجایی که شما اعلام کردید در ضمن امر مقدسی هستش. ما به این امر مقدس چه کنیم در جامعه خودمون؟ بفرمایید. ببینید اتفاقا من تصورم اینه که خیلی این مسئله تو جامعه ایران خدشه‌دار شده. در قبل از انقلاب اگر دوستان اگر اون موقع رو یادشون بیاد، کسانی که مثل ما از اون زمان خاطره داریم، کسی به این مسائل نمی‌پرداخت. شما حتی نگاه کنید، حتی به هیچ وجه در چپ ایران شما نگاه کنید نمی‌بینید که یک نقد به اسلام شده باشه یا یه نقد جدی به این مسئله شده باشه. حتی کسانی مثل صادق هدایت یا حتی قبلش ایرج میرزا که به موضوع در واقع نقد مذهبی میپرداختن، یک نقد بسیار بسیار سطحی بود و به عمق نمیرفتن، هیچ توضیح و توصیفی نبود و شما این رو نمیدیدید. چرا؟ چون امر مقدس بود و در ذهن افراد مقدس بود و به خاطر همین هم جامعه هم اساسا نمیپذیرفت. و ما خوشبختانه حالا همه مذراتی که نظام اسلامی داشته این مسئله رو اومده و مسئله تقدس زدایی. شما ملاحظه بکنید به سادگی میشه راجع به این موضوعات صحبت کرد، حتی در جامعه ایران. در جامعه ایران هم مردم هم صحبت میکنن و یا حتی کسایی که اعتقاد دارن اینو میتونن گوش کنن، میتونن بفهمن، یا لاغت اولین اون صد شکسته شده که افراد میتونن گوش کنن. قبلا حتی
به این مسئله نمیشد فکر کرد که میشه راجع به این حرف هم صحبت کرد. میدونید این تو جامعه ایران بود و خوشبختانه امروز بسیار بسیار این ترک خورده. ببینید فقط هم تو جامعه ما نیست امر تقدس. شما الان تو امریکا برید اساساً بسیاری است که من یادم به مشاور علمی اوباما مورمون بود. شما اگر دیدگاه های مورمون ها رو نگاه کنید اصلا عجیب و غریبه. یا بسیاری از کسانی که در جامعه امریکا دارای مقام های بالای سیاسی هستند و حتی اقتصادی هستند، اینا کسانی هستند که مسیحیانی هستند که اعتقادات ویژه دارند و خب اینا هم هستن در بسیاری از جاها. منتها مشکل اصلی جامعه ما اینه که امروز یک حکومت مذهبی است و اینا قدرت سیاسی رو دارن و اساساً حسن و قبح مسائل از دیدگاه اینها تعیین میشه و زندگی مردم در دست اینهاست. وگرنه همین دیدگاه تو آمریکا هم هست و همین اروپا اینجا اونجاش هم ممکنه همین دیدگاه ها باشه و هستش، ولی اینها از قدرت سیاسی رانده شدن و یا اجازه داده نمیشه که دیدگاه های خودشون رو حالا در قانون گذاری بیارن. هرچند در بسیار جاها هنوز هست، ولی خب دارن به این سمت میرن که از اینها فاصله بگیرن. مشکل جامعه ما اونه، ولی امیدوارم که این مقدس و تقدس زدائی در واقع جلو بره و ما از شر این مسئله که بندی به پای هممون خلاص بشیم. درسته کاملا. در ضمن این مسئله به هر حال باز کماکان در برابر ما به عنوان یک سوال مطرح است و اونی که طبعا اگر مردان نسبت به این اسطوره های شکنجه آوری که برای زنان گفته میشه در درون خودشون یک به اصطلاح لذت پنهانی داشته باشند برای اینکه پس ساده به اصطلاح به این امر برسن، البته منظور افراد دیندار متعصب و یا به هر حال بسیار از نظر فکری عقب مانده، ولی به هر حال برای زنانی که در این دین خود رو کماکان میبینند و اعتقاد دارن چگونه میسر هستش که دینی نگاهی خصمانه به شما داشته باشد ولی کماکان پیروی از این دین به عنوان یک امر مقدس جلوه بکنید و شما در این چارچوب ببینید و یا نخواهید که به این جنبه‌هایی که شما دارید مطرح میکنید اساسا نگاه بکنید؟ این رو چگونه از نظر اجتماع و محیط اجتماعی ما میتونیم به هر حال بهش برخورد بکنیم؟ بفرمایید. خب متاسفانه این واقعیت هست. شما همونجور که خودتون به درستی فرمودید، خب بسیاری از کسایی که در واقع اعتقاد به یهودیت هم دارن، زن در اونجا هم دارای منزلتی نیست و بسیاری از قوانینی که در فقه و شریعت اسلام اومده به خصوص در ارتباط با زنان اومده از یهودیت اومده، ولی متاسفانه خب این چیزیست که این معتقدان به یک مذهب بهش توجه نمی کنن. شما فکر میکنید مثلا یه پزشک وقتی راجع به اعتقاد یک پزشک مسلمان وقتی راجع به موضوع امام زمان میرسه آیا اساسا به مسئله آنتروپی دیگه فکر میکنه؟ یه پزشک یا یک نفری که در واقع آناتومی رو تو درس میده این چطوری میتونه اعتقاد داشته باشه که یه نفری 1000 سال 1200 سال میتونه عمر بکنه و دچار آنتروپی نشه، نمیدونم آب بدنش از دست نده، در جایی که میدونه پیامبر اسلام گفته انا بشر نیست. ببینید پیغمبر میگه من بشری هم مثل شماها. خب یعنی چی؟ یعنی به پوست و گوشت و فلان و اینا مثل شماها، درست؟ و بعد میبینیم پیامبر اسلام مثل همه ماها 63 سال عمر میکنه و میمیره، تب میکنه، آخرش از یون میگه، حتی همسرش میاد همه رو بیرون میکنه نبینن که پیغمبر داره از یون میگه. یا علی ابن ابی طالب اون همه جنگ رفته، اون همه جنگیده، اون همه زخمی شده، یه ضربت ساده میخوره ولی چون اون سم آلوده سر اثر میکنه و میکشتش. ولی منتها شما میرید اینها هم داره، یه نفر پزشک، یه نفر که در واقع میدونه بدن انسان چیه، فیزیولوژی خونده، خب میدونید این آدم ولی میاد میشینه چی میگه؟ میاد میفهمه ولی میگه امام زمان هست 1200 سال، معلومه که میخواد ظهور کنه. کجا میخواد ظهور کنه؟ چجوری میخواد ظهور کنه؟ ولی چون دیگه اونجا فکر کار نمیکنه. یا در واقع این زنانی که معتقد هستن
دیگه به این مسائل وارد نمیشن. اصولا غالب کسانی که دیدگاه‌های مذهبی دارن گویی که یک در یک جای مغز یک گنجه‌ای هست این اعتقادات که درش هم قفل کردن، کلیدش هم انداختن دور، یعنی کلیدی نیست که شما واردش بشید، کلیدی نداره که این در گنجه باز بشه شما بری اون تو لاغر یه خود اجناسی که اونجا هست رو راستوریز کنید یا گردگیری کنید، همینجور میمونه، از بچگی میمونه تا میاد بالا میمونه و بعد هم تا آخر. فقط آدمای خیلی کمی هستن که از این پروسه، به خصوص اگه داره اون گنجینه اون گنجه تو ذهنشون باشه، میتونن کلیدو پیدا کنن یا اون درون گنجه رو باز کنن یا چیزاشو بریزن بیرون یا لااقل گردگیری بکنن، ولی عموم این حالت درشون نیست متاسفانه، چون تفکر نمیشه، تعقل نمیشه در امر مذهب یا همین اعتقادات. وگرنه یک زن نباید هیچ موقع بپذیره که معتقد به دینی هست که از بچگی وقتی میخوان جهنم رو براش توصیف کنن فقط و فقط متأمینش یا ساکنینش زنا هستن، هیچ موقع مردا نیستن، یا برعکس وقتی میخوان بهش رو توصیف کنن فقط این بهش و این نعمات برای مرداست. این نیست، البته معلومه طبق اعتقادات مذهبی مردا هم به جهنم میرن یا زنا هم به بهشت میرن، ولی وقتی که مسئله عذاب مطرحه فقط توصیفش راجع به زناست، یا اونجا وقتی بحث نعمات مطرحه فقط توصیفش راجع به مرداست، درست عکسه. یعنی هیچ موقع اینا نمیتونن بشینن از خودشون بپرسن چرا جهنم فقط راجع به زنات توضیح داده میشه، چرا تو بهش فقط راجع به مردا توضیح داده میشه، صرف نظر از اینکه در هر دو جا هم زن هست هم مرد، چه در بهشت چه در جهنم. و اینه، و اینه که میبینیم متاسفانه تعقل نمیشه و به این موضوع به این سادگی توجه نمیکنه. حال با توجه به برها تجربیات و از جمله تجربه خود شما که یه برحال هم تجربه مستقیم در ارتباط با زندانها داشتید و هم جامعه ایران و همطور که الان هم مطرح کردید صحبت از فقدان اون کلید میکنید که به هر حال ذهنی که منجمد شد، ذهنی که در چارچوب یک ایدولوژی دینی قرار گرفت، دیگه حرکت پویای خود رو کاملا از دست میده و به انجماد میافته و اون مکانیزم های اصطلاح خرافی به هر حال دینی اینو کاملا چیکار میکنه؟ مسخ میکنه. حال با توجه به تجربه های گوناگونی که شما دارید دوست گرامی، این تلنگری که برای برخی ها اتفاق میافته ولی برای یه بخش مهمی از جامعه این تلنگر به وجود نمیاد، بر اساس تجربه خودتون با توجه به اینکه به هر حال زنان ایران و همچنین پیامش در ارتباط با جوانان، از این گونه تلنگرها چه نوع تلنگری میتونه باشه که حداقل تا یه حدودی این باورهای خرافی رو تا یه حدودی زیر سوال ببره؟ ببینید به نظر من هیچ چیزی بهتر از خود نظام اسلامی نیست و زندگی روحانیت و زندگی روحانی رو. ببینید اون چی که روحانیت هست، این اون چیزی که روحانیت میگه، اسلام اصیل همین، اسلام ناب محمدی همینی که خمینی میگه، اسلام ناب محمدی همینی که روحانیون میگن. ببینید اگر شما شیعه هستی، شیعه دو تا مرکز داره، یکی قومه یکی نجفه، و شیعه بر پایه مراجع تقلید هستش، درست مثل مسیحیت که مرکزش، اگر شما کاتولیکید مرکزش واتیکانه و پاپه. ببینید ما اسلام شیش جور دیگه نداریم، اونهایی که هم هست اونها در واقع برداشت های شخصیه که هر کسی میتونه از هر چیزی داشته باشه، ولی اونچه که اسلامه و اسلام نابه اون چیزیست که مراجع تقلید 1400 ساله دارن میگن و اون چیزیست که در حوزه علمیه قومه، در حوزه علمیه نجف هستش، این اسلام. خب و در واقع به نظر من زندگی روحانیون امروز بیانگر اصالت این دین و مذهب هستش. شما ملاحظه کنید امروز خب اون کاخهایی رو که در قوم اینها بنا کردن، مدرسه یکیش مدرسه همین آقای صادق لاریجانی است در قم که مثل این هتل های 7 ستاره است، ولی توجه باید داشته باشین که در بسیاری از نقاط ایران بچه ها دارن تو کفر درس میخونن یا اساساً
حتی همون کفرش هم نیز زیر آفتاب دارن درس بخونن. خب این نشون میده که این پیشوایان مذهبی تا کجا دقلباز، درو و حقباز هست. خب نباید فریب اینها رو خود، اینه که باید ما نشونه اینها بدیم. ببینید وعده به این که نه اسلام این نیست و چیز دیگری است، اسلام حقیقی این نیست، اسلام حقیقی رو نمیدونم من و شما داریم و ایکس و این. نه اینا غلطه، اینا اشتباهه، اینا آب دوباره به آسیاب اینها ریختنه، به خاطر اینکه در نهایت مرجع دین اینها. شما هر گونه تلاشی که داشته باشید برای سربازگیری برای اسلام، ته ته تهش استفادهش میده تو جیب اینا، کما اینکه در قبل از انقلاب هم. تمام تلاش هایی که دکتر شریعتی کرد، تمام تلاش هایی که مهندس بازرگان کرد، تمام تلاش هایی که مجاهدین کردن، سرانجام همه اینها محصولش نصیب خمینی شد، نصیب روحانیت شد و این فاجعه که امروز در کشور ما حاکمه. بنابراین امروز اگه بخواد جوان ایرانی تجربه کسب کنه یا ببینه مذهب چیه، فکر نکنه این روحانیت نمیدونم در برخلاف اسلام نمیدونم انقلابی و اسلام علوی و اسلام فلان کار میکنه. نه، اینها هم درست بر اساس همون اسلامی که از ابتدا بوده دارن حرکت میکنن. روزهای اولش خب هیچی نداشتن، خب به قول خودشون بودن کنار همین با هم میخوریم، درست مثل رجایی که روز اول میگفت نمیدونم حقوق اینجوری باشه اونجوری باشه. امروز شما برید نگاه کنید، خب همونا میرسن آخرش به عثمان و معاویه و بعد تا میاد جلوتر. الان هم شما برید نگاه کنید همین داستانه، روزهای اولش نمیدونم یقه چرک میگوشیدن نمیدونم بلا میکردن، الان برید ببینید چه کارهایی درست کردن و تو همون حوزه ادنیه چه ها که نمی کنن. چرا؟ تازه 40 ساله میگذره و بنابراین اسلام همینه، همینه که ارائه میدن. من باید دیگه فریب خورد، باید نگاه کرد ببینید که چه چیزی در کشور اینها به پا کردن تحت نام اسلام. بله، به هر حال همونطور که گفتید در صحبت‌های گوناگون امشب ما، هم حوزه و مجموعی سلسله مراتب روحانیون یعنی آخوندهایی که در ایران هستن سهمی که دارن باید حفظ بشه و این سهم در واقع با تأیید و تحکیم دین خودشون و خرافهای خودشون مؤثر هستش. و باز اشاره کردید در ارتباط با نیروهای نخبه چپ و یا نیمه چپی که اینها نیز پیوسته گفتن که دین توده ها دین مقدس هستش و دین مقدس رو نباید برخود کرد زیرا که این مورد به هر حال ناراحتی توده خواهد شد، و بنابراین باز جلوگیری کردن. و بالاخره نکته هم آخر سر مطرح کردید که این دین همان دینه، یعنی این که دینه میگن که به هر حال نواندیشان گفتن دین رحمانی، دین دیگه ای هست، تفسیر بهتری از این هست. بنابراین حرف آخوندها رو گوش نکنید، حرف ما رو گوش بکنید و اونچه که شما مطرح کردید همه این تفاوت در کلام در یک نقطه مشترک هستن و اون هم باز تولید و باز هم باز تولید سیستم خرافی در جامعه ما هست و از جمله در ارتباط با مسئله نگاهشون به زنها عملا و همچنین مسئله نابرابری که وجود داره و به هر حال فقدان حقوق لازمه برای زنهای ایران. بنابراین در این نقطه پایانی جناب آقای مصداقی عزیز، به هر حال ما در این لحظه‌ای که دین رسمی به هر حال تا یه حدودی برملا شده، مردم در واقع دارن کم زیر به اصطلاح متزلزل شدن در اون نگاه‌های ابتدایی که داشتی، نه همه مردم ولی بخشی از جامعه، و با توجه به این که به هر حال این 40 سالی که گذشت، امسال باز به توجه بکنیم که نگاهی که نسبت به زنان هستش با توجه به این همه مبارزاتی که زنها داشتن، با توجه به این که این همه آرزوهای سرکوف شده زنان ما، به هر حال باز کماکان این اعتقاد و این اعتقاد به پیروی از این احکام کماکان وجود داره. پیام آخر شما در این جامعه ایران برای زنان ایران چه باید باشه؟ در دو جمله‌ای که هر کسی که این برنامه شما رو امشب گوش میکنه در ذهنش باقی بمونه که آنچه که توصیف شد برای زنان در جهنم و بهشت جز در واقع به اصطلاح جنبه های منفی برای زنان نبود، و امروز در جامعه ما برای اینکه
جلوتر برن زنها و برای اینکه در واقع فاصله بگیرن نسبت به این سیستم خرافی، آقای مصداقی چه پیشنهادی به اونها میکنه؟ ببینید به نظر من نقطه حاشیه رژیم همین مسئله حجابه. ببینید شما فقط جمهوری اسلامی رو با حجاب میشناسید، شما فقط زمانی که وارد ایران شدید از یه جا میفهمید وارد ایران شدید و نه راجع به کشور دیگری، و اون فقط و فقط حجابه. علارغم اینکه در قرآن حجاب، عدم رعایت حجاب براش مجازاتی تعیین نشده، ولی برای رباخاری مطرح شده که جنگ با خداست، یعنی محاربه با خداست و حکم محاربه با خدا هم در شرع و شریعت و اینها اومده. ولی میبینید 40 سال رباخاری، هم ربا میدن هم ربا میخورن، بالاترین ربای دنیا رو میدن، بالاترین ربای دنیا رو میگیرن. اما راجع به حجاب که میرسه این چنین سختگیری ها میشه. چرا؟ چون بقای نظام اسلامی به حجابه. تنها چیزی که میتونه تا روزی که نظام اسلامی هست همین مسئله حجابه. از این کوتابیا نیستن، به خاطر اینکه به این وصلن، به این بند. به نظر من مهم و به همین دلیل هم هست که اولین اقدامی که کردن اجباری کردن حجاب بود، یا تلاش برای اجباری کردن حجاب در همون روزهای اول انقلاب بود. و من فکر میکنم یکی از مهمترین قدم هایی که میتونه جامعه ایران به خصوص زنان میتونن بردارن و مردان حمایتشون بکنن، مسئله مبارزه با حجابه و تلاش برای در واقع رهایی از حجاب هستش، که این میتونه در نقطه بالاتر خودش حتی به تغییر نظام اسلامی منجر بشه. بسیار تشکر میکنم از جناب آقای مصداقی عزیز با توجه به پیامی که دادن. بنابراین شهروندان عزیز ما، جوانان و بانوان گرامی، توجه بکنیم که به هر حال مسئله بیرون آمدن از این سیستم اهریمنی سیاسی دینی موجود و محدود کردن هجوم خرافات در این جهان، به هر حال کلیدش در دست خود شماها هست و این کلید هم در واقع برمیگرده به روشنگری ها، به گسترش و ارتقای فرهنگی در جامعه و مقابله کردن با این نظام حاکم و مجموعه ایدئولوژی که متعلق به این نظام هست. همیشه خوب و خوش و سرحال باشید، موفق باشید. آقای مصداقی عزیز، متشکرم از شما. خیلی ممنون از شما که این فرصت رو فراهم کردید.